درست است که شفقت و مهربونی با حیوان درسته، درست است که بسیاری به دلیل کودکی که با حیوان بزرگ شدن یه مقدار گرایش‌هایی دارن، ولی اصولا غالب اوقات این گرایش‌ها ناشی از یه مقدار تمایلات پنهان نامناسب ماست. دل مخواد کسی در اختیار ما باشه، مال ما باشه، همیشه دوربر ما باشه، به فرمان ما باشه. برخی از قدر مخواد چیزی رو لمس کنیم، نوازش کنیم، او در اختیار ماست. بنابراین یه ارتباطات عجیب و غریب پیدا میکنیم، تفسیر و تعبیرهایی هم داریم، اونا هم به تدریج به برخی از حالات و رفتار ما به دلیلی که هم زمینه شو دارن هم شرطی میشن پاسخ میدن. بنابراین خودش برای ما یک کشف و مطلب جالبی است. من دوستان بسیار دیدم که در ارتباط با سگشون به گونه‌ای حرکت میکنن و عمل میکنن که گویی انسان دیگه هست، ولی غالب اوقات یه زندگی خالی، یه زندگی یه مقدار دور از ارتباطات عمیق و سنگین با دیگران و یا اصولا یه نوع مکانیزم حاشیه‌ای برای حل برخی از نیازها و انتظارات ما رو به این سمت و سو میبره. بنابراین شما یه تصویر من دارم غذا بشودم مثلا نمیخوره، بد غذا سال خودش داستانی است. حیوان به طور کلی و طبیعی غذاشو هر وقت بخواد میخوره. ما این حیواناتو میاریم از حالت عادی و طبیعی خارج میکنیم و الا در طول تاریخ و همه در همه جای طبیعت حیوان آزاد به اندازه غذا میخوره، غذایی که احتیاج داره میخوره و اونجاست که توازن و تعادل از اون جهت برقرار میکنه و این یه دلیلی است با وجودی که بهداشت رو رعایت نمیکنه، از بدنش هم از ما در بسیار از موارد ضعیف‌تره، خیلی کمتر مریض میشه. ما میاریم حیوانا رو با غذاهای خودمون که اصلا غذای طبیعی اونا نیست، با یه مقدار بازیایی که مثلا سیستم‌های تبلیغاتی میکنن اینا رو از مسیر عادی و طبیعی خودشون خارج میکنیم، بعد تازه میگیریم میشنیم یه تفسیر و تعبیرهای در حقیقت انسانی برای اونا قائل میشیم، بعد زندگی خالی خودمون رو یا احتیاجات و انتظارات و ویژه خودمون رو تو اون حیوان میبریم، بعد برای ما دفعه تبدیل میشه به یه چیزی که خیلی از اوقات برامون جالبتر و مهمتر از دیگرانه و به صورت ارتباط دوگانه شروع میکنه به رشد کردن و درست مثل آدمایی که بازی فوتبال یا بسکتبال راه میندازن و حالا سر جزئیاتش یه مقدار حساسیت به خرج میدن، ما هم شروع میکنیم به این جزئیات توجه کردن. با ویژگی انسان سازگاره، ولی نشون دهنده یه مقدار خالی بودن زندگی از یه مقدار جنبه‌های مثبت سازنده است که هدف و جهت و معنی و مقصود رو به زندگی میده و به همین جهت است که بعدم شما برای خودتون یه تصورات و تخیلاتی دارید و در ارتباط با سگتون هم اونو برقرار میکنید و بعدم برحال واکنش هایی رو متناسب با بازی که درست کردید، مثل فوتبالی که دست بزنن به توپ حالا فول شده و توپ رو از اون آدم میگیرن یا خطا هست، برای خودتون یه قاعده هایی درست کردید، بعد سر این قاعده با خودتون که خودتون سازندش هستید می جنگید یا انتظار دارید که مثلا حالا که به شما نگاه میکنه شما بهش غذا میدید پس باید بخوره. برمیگرده به کودکی شما که مثلا فکر میکردید که به چیزی نگاه میکنید باید به شما بدن، یا اگر کسی به چیزی که دست شما بود نگاه میکرد احتمالا انتظار این داره که شما به او هم بدید، که این برمیگرده به برداشت های کودکی و این رو حالا شما تعمیم میدید به سگتون. یعنی دنیای برای خودتون میسازید، مثل ما که مثلا یه زبانی رو به وجود آوردیم حالا بر اساس اون زبان با هم حرف میزنیم، یعنی که کشور دیگه مردم دیگه یه زبان دیگه ای رو به وجود آوردن، حالا ما برای خودمون یه قواعدی داریم که این قواعد رو باید در کاربرد این زبان به کار بگیریم. اینا یه مقدار بازیای ذهنه که میسازیم و خودمون رو درگیرش میکنیم، بعدم حالا با توجه به اینکه چه حالی داریم و چه تفسیری میخوایم بر اون حوادث اتفاقات بکنیم دنیاهای مختلف و متفاوتی پیدا میکنیم. کاملا درسته، کاملا، یعنی چیزایی که شما گفتین واقعا تو من وجود داره. چرا دکتر من یه نکته دیگه ای رو تو این مسئله نگفتم بهتون، اون حالت عجزی که نگاه میکنه اون منو خیلی آخه شما داری تفسیر میکنید از یه ویش نگاه ملتمس که شاید من یاد خودم میندازه. حالا من ببینید دو تا مشکل هست، نه ببینید عزیز، اولا این داستان نگاه ملتمس تفسیر شماست، این تفسیر باز شما حیوان رو عین انسان گرفتنه، نگاه او رو به این گونه تفسیر کردن. من ممکن نگاه کنم
فکرم بکنم که اصلا اینجوریش نه شما رو میبینه نه نگاهشونه. دوم این که من همیشه عرض کردم، نمیخواستم این جمله رو بگم چون میدم یه در اذیت میکنه، یه کسانی، یه درصدی از کسانی که حیوان رو دوست دارن به خاطر نوعی خودشون رو زبون بسته و به نوعی منتظر و مسترب میبینن و این هاست که دست به دست هم میده. بنابراین این که من علاقه دارم به حیوانات خیلی از اوقات برای که بیزبونی اونا رو، مظلوم بودن اونا رو، بهشون توجه نکردن رو، بهشون نرسیدن رو یه نوعی با خودم همانند و همراه میکنم. به این به نظر من به مقدار زیادی تو انسان عادی و طبیعی است که ما اصولا جهان رو از دید خودمون بر اساس انتظار و احتیاج خودمون بیش از هر چیز دیگه میبینیم و شما هم این رو اینگونه تفسیر میکنید که این نگاه نگاه ملتمسانه است. ولی حالا مخصوصا وقتی در عمل میبینید نگاه ملتمسانه او رو که شما تفسیر میکنید یک داره، دو مربوط به غذا است، بعد بهش غذا رو میدید نمیخوره، خب شما رو میتونه اذیت کنه برای که همه یه تفسیر و تعبیر شما غلطه. حالا در حالی که او میتونه اولا نگاهش خیلی عادی باشه، نگاهش اصلا از یه چیزی است که فرض کنید وحشتش از اینه شما غذا بخورید و گلوتون بگیره، بنابراین اونجا ایستاده نگرانی که شما غذا رو درست میخورید یا نه. یعنی اینقدر تفسیر عجیب و غریب میخوام بکنم، چرا این تفسیر رو نمیکنید؟ برای اینکه شما دلتون میخواد حیوان رو اینگونه حس کنید، احساس کنید و دربارش نظر داشته باشید. من غالب اوقات دوستانی که دوربرشون حیواناتی به ویژه سگ هستن معطل میمونم، این نوع تفسیر و تعبیرها رو اینا برای خودشون درست کردن. گفتم مثل یه بازی که فکر میکنن میفهمن و چون برخی از اوقات هم پیام هایی میفرستن و بعضی از اوقات غالب اوقات هم ایوانا جواب نمیدن، به میل اونو عمل میکنن. دو تا چیز رو اولا دارن، از یه طرف میخوان ثابت کنن پس ما هم دیگر رو میفهمیم، دوباره مطلبی که میخوان بگن این است که برای اولین بار یه چیزی کاملا در اختیار و کنترل منه و من مالکیت کلش رو در اختیار دارم. اون مسئله رو با جنبه های نیاز انسان به قدرت، نیاز انسان به مالکیت و کنترل میشه فهمید که البته در خودمون بیشترشو به وجود میاریم. این است که من مسئله رو اصلا اینقدر جدی نمیگیرم. بعدم شما مگر دلتون میخواد برای یه حوادث کوچکی همین گونه تفسیر و تعبیر بگذارید، هر حرکت دستی و حرکت چشمی رو، هر آرایشی رو بهش معنایی بخواید بدید، از توش چیزی در بیارید که غالب اوقات نیست، مثل دوستانی که میشنن اشعاری رو میخونن و یه تفسیر و تعبیرهایی میکنن که با ملاکای امروزی معنی داره و بنابراین کسی که 300 سال یا 700 سال یا 900 سال قبل این شعر رو گفته اصلا معنا نداشته این حرفای که مقصودش این باشه، از توش ما به میل خودمون یه چیزی در میاریم. شما هم از حوادث دوربر خودتون به میل خودتون یه چیزایی رو در میارید، نشون دهنده مقدار همچون گفتم خالی بودنتونه، تنها بودنتونه، یه مقداری نشون دهنده ذهن به ناچار تخیلی شماست و یه مقدار به احساس خودتون به عنوان یه واقعیت نگاه کردنه. احساس من حال درونی منه ولی واقعیت خارجی نیست و بنابراست که نه احساس من مبنای واقعیت خارجی است، نه احساس من ملاک اندازه‌گیری واقعیتی. ولی وقتی شما میاد حال و احساس خودتون رو مبنای درک واقعیت و اندازه‌گیری واقعیت قرار میدید، گرفتاریست من از دست شما مثلا فرض کنید ناراحتم، فکر کنم شما از دست من ناراحتی، یا من در امریکا حالم بده، فکر کنم امریکا جای بدیه. خب این کاریست که انسان در بیشتر موارد انجام میده و شما هم میتونید تو این زمینه اینقدر پیش رفته باشید که تفکیک این موضوع که احساس من، حال و احساس من ارتباطی با واقعیت خارجی نداره از دست داده باشید و این پروجکشن و فرافکنی که شما اصولا دارید کار رو براتون مشکل میکنه، برای اینکه خیلی از اوقات اون چیزی رو که در ذهنتون دارید و منتظرید اتفاق نمیفته و اون وقت فکر کنید یک قراری به هم خورده، یک کسی که قرار بود ساعت 4 بیاد نیامده، پس ناراحت میشید یا نگران میشید و یا گلمند از اون آدم. به همین جا دست که یه مقدار ما قرار جهان رو آنگونه که هست ببینیم، نه جهان رو در ذهنمون. ما قرار جهان رو به ذهنمون ببریم و حالا ببینیم باش چی کار میخواییم بکنیم، نه اینکه ذهنمون رو به جهان ببریم و بعدا بگیم چرا جهان این گونه که من در ذهنیتم دارم یا انتظار و توقع و احتیاج من هست با من برخورد نمیکنه. برای مسائل معمولی است که تو زندگی ما هست، یک کمی هم نشان دهنده علائم کودکی است. یعنی یه مقدار وقتی که ما در کودکی میمانیم و یخ میزنیم و حالات کودکی رو به بزرگسالی منتقل میکنیم،
بسیار طبیعی است که کودکانه زندگی میکنیم و در دنیای کودک یه مقداری ارتباطات خیلی سطحی ظاهری هستن که از هوش تخیل کودک برمیاد، نه از علم و عقل و واقعیت، و به همجاست که دنیایی رو برای خودش میسازه و با خودش در ارتباطه و یا با اونا در ارتباطه که در بزرگسالی به تدریج متوجه میشیم چنین نیست و مجبوریم در همه اونا تجدید نظر کنیم. ولی افرادی که در گذشته میمانند و یخ میزنند و در اونجا هستند، خب بسیار طبیعی است که این مقداری کودکانه با موضوع برخورد میکنند و به نظر من مواردی از این قبیل همچنان نشوندنده اون جنبه های فعال کودکی ماست. ولی ایده ایرادی داره مادام که مسئله و دردسری درست نکنه و زمینان همچنان جایگاه علم و عقل و واقعیت که جهان در موارد مهمش مخصوصا باید بهش توجه داشت و الا آسیبی